بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدین. اتاق تجارت و صنایع کابل و اداره توسعه ایالات متحده آمریکا جوانان بازرگان کشور را در رشد بازرگانی و ظرفیت سازی کمک می کند. به همین منظور این نهاد مجتمع تاجران جوان را ایجاد کرده است تا روند سرمایه گذاری جوانان در بخش های گوناگون افزایش یابد و بیشتر جوانان در سرمایه گذاری ها سهم بگیرند. اتاق تجارت و صنایع کابل می گوید که تاکنون بیش از 100 جوان بازرگان در این مجتمع جمع شدند که 20% آنان را بانوان تشکیل می دهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که این وزارت در سال روانه خورشیدی تصمیم دارد تا 1500 هکتار زمین کشت کوکنار را در تمامی ولایت‌های کشور تخریب کند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر هرچند از تلاش‌ها برای نابودسازی کشت کوکنار در ولایت‌های کشور سخن می‌زند، اما ضعف در همکاری نهادهای کمک کننده را بزرگترین چالش در روند تخریب کشتزارهای کوکنار در کشور می‌داند. 30 تن از سربازان پلیس مرزی پس از یک دوره آموزشی گواهی نامه به دست آوردند. رئیس ارکان زون 8 پلیس مرزی هلمند میگوید این سربازان پس از 2 هفته آموزش در بخش مخابرات گواهی نامه به دست آوردند. با گفته او سربازان پلیس مرزی در هلمند از توانایی های خوبی برای نگهداری مرزهای افغانستان برخوردار هستند. قوای سرحدی جزی از قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و انشاءالله ما هیچ نوع مشکلی نداریم و نمیبینیم و خوبتر و خوبتر ما میتونیم و هر روز روز بروز به خاطر تطبیق و به دست آوردن آرمانهای ملت خود کوشش میکنیم. 3 طالب مسلح در نتیجه یک عملیات در مربوطات ولسوالی غورک ولایت کندهار از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند. دفتر رسانه‌های ولایت کندهار با پخش خبرنامه‌ای می‌گوید این افراد در نتیجه یک عملیات در ساحات ویشتان و ملمند ولسوالی غورک این ولایت با شماری جنگ افزار و مقداری مواد انفجاری بازداشت شدند. بیش از 1000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت هرات از سوی امنیت ملی کشف و بدست آمد. امنیت ملی ولایت هرات با پخش خبرنامه‌ای می‌گوید 1300 کیلوگرم مواد انفجاری که به خاطر انجام حملات هراس افکنی با تازگی از خارج کشور وارد ولسوالی پشتون زرغون شده بود، دیروز توسط نیروهای امنیتی کشف و بدست آمد. و از اثر انفجار یک بم کنار جاده‌ای در برابر کاروانی از موترهای کمپاین ملک عدنان وزیر، یکی از نامزدان پارلمان پاکستان در منطقه ولی نور خیبر پشتونخوا این کشور 2 تن کشته شدند. یک مقام ارشد پلیس میگوید که در این رویداد 8 تن به شمول ملک عدنان وزیر زخم برداشتند. آقای وزیر به خاطر کسب عضویت در پارلمان پاکستان در انتخابات پارلمانی ماه می این کشور کمپاین می‌کرد. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر.